زنه رو پیدا کردی؟ تو به چه حقی با احساسات یه آدم بازی میکنی؟ با احساسات کی بازی کردم؟ رفتی از طرف من با آسو حرف زدی، با اینکه میدونی امیدوار میشو از احساساتش خبر داری. خوشحالم بالاخره قبول کردی به طلاق داره. دست پیش نگیر، به خاطر آسو سر من داد نزن کمال. اوکیا، هیچ کس حق نداره با احساسات یه آدم بازی کنه، حتی تو. انگار هیچ خبری نیست، من از خودم در آوردم. خانواده ی تو اینو میخواد. وصیت آقا حقی هم که جای پدرته اینه. آسو هم که از خداشه. احساسات هیچ کس برام مهم نیست، ولی برای من مهمه. کمال، ما آینده ای نداریم. من خوشبختی تو میخوام. این انگشتر هیچ وقت از دستم در نمیاد. من اینو قبول کردم. خواهش میکنم تو هم قبول کن. تو میتونی هر جور دلت میخواد زندگی کنی، ولی سعی نکن برای زندگی من تصمیم بگیری. هیچ وقت همچین کاری نکن، چون حتی تو هم نمیتونی اوکیایی که تو قلبم ازم بگیری. چرا میخندی؟ خیلی وقت بود دوام نمی کردی. خدا رو شکر برگشتی به تنظیمات اولیه. تو چرا خندیدی؟ هیچی. بگو. یه چیزی یادم افتاد. چی؟ خب بگو. نمیگم. کنجکاو شو، مجازاتته. از فضولی میمیرم. کمال، کمال، کمال بیدار شو. به خدا اینجا دل خفه میکنه. اینجا یه سوراخی چیزی باز کنیم. از کمبود اکسیژن میمیری. اوکیا، چته؟ چه اکسیژنی؟ اکسیژن از کجا آوردی؟ ببین گرگی چیزی نگید اینجا. اوکیا، وسط شهریم، گرگ کجا بود آخه؟ چیزی نمیشه به خدا. برای همه چی هم یه جوابی داره. ببین، چند کیلومتر پیاده اومدیم، خیلی خسته شدم. نمیفهمم تو اصلا خسته نمیشی. میدونی چیکار کنم؟ پشتتو برگردون به من، بخواب، حالت خوب میشه. چی شد؟ چی شد؟ انگار یه جونه برای چیزی رفت تو پام. کو؟ نه نه، من واقعا نمیتونم اینجا بمونم. الان حشره ها میان منو میخورن. ای خدا، ای خدا، ای خدا. مغزمو میخوردی که یه کار متفاوت بکنیم. اومدیم اینجا دیگه، بیا یه کار متفاوت میکنیم. یه ساعت هم نتونستی تحمل کنی. از کجا میدونستم؟ من نمیتونم جاهای تنگ رو تحمل کنم. خیلی کلکی. کمال. باز چیه؟ من گشنمه.
من میدونستم این بلا سرم میاد. از کجا میدونستی؟ اوف کمال، واقعا از کجا میدونستی؟ انگار ما همیشه میریم پیکنیک. برای منم یه تجربه تازه است. معلوم شد من وقتی اینجوری هیجان زده میشم گوش نمیشه. اوکیه، کاش تو به جای نقاش شدن وکیل میشدی. ببین پشت سر هم هی داری جواب میدی. میخوای اینجا تنها بذاری بخوابی؟ این کارو نکن. خواب من تویی. با نگاه کردن به تو بهترین خوابا رو میبینم. از این حرفا بزن. بیا بگیر شکمو. وای باورم نمیشه، غذا آورده بودی؟ گفتم که میدونستم این بلا سرم میاد. میخوریم؟ آخیش به خدا چشام باز شد. وقتی دهنت بره حرف نزن. تیکتم انداختی راحت شدی، برگشتی به تنظیمات اولیه. شکرت خدایا، خدایا شکرت. دوست دارم. من بیشتر عزیزم. زینب، بالاخره تونستم تنها گیرت بیارم. مامان جون چیزی شده؟ آخه عجله دارم، میخوام برم پیش داداشم. نگران نباش، بیشتر از این نگهت نمیدارم، نه الان نه تو این خونه. میدونم اوزانو دوست نداری. هدف این ازدواج یه چیز دیگه بود، درسته؟ معلومه حرف زدن با سما شما رو برده توی دنیای خیال. شایدم از اوزان سوء استفاده کردی، گولش زدی. زینب هر کاری از تو برمیاد. اصلا شک دارم این ازدواج واقعیت داشته باشه. خب وقتی نوبتونو بغل کرده از پسرتون میپرسین واقعیت داره یا نه؟ اون موقع دیگه شکی نمیمونه. مؤدب باش دختر. بهتره دهنمو باز نکنی. تو این خونه فقط ازدواج منه که واقعیه. چهره واقعی تو به همه نشون میدم. میدونین چیه؟ به نظر من اول رو شوهر خودتون کار کنی. دختری پر رو خفه شو، وگرنه یه بلایی سرت میارم، فهمیدی؟ قراره یه بلایی نازل شه، ولی نه به خاطر من، به خاطر عشق شوهرتون به لیلا عاجم زاده. وای، نکنه شما این همه مدت از رابطه بینشون خبر نداشتی؟ یه دفعه از دهنم پرید. بهتر من سکوت کنم. باید بگی چی میدونی؟ به نظر من بهتره ندونی. بهت گفتم بگو. بهش گفت اون شب و روزشو ازش گرفته و دیگه کلن امیدشو از دست داده. به جای اینکه این همه وقتتونو صرف من بکنی به شوهرتون زندگیتون برسی. شوهرتون داره از دست میره، خبر نداری؟ بعدن حسابتو رو میرسم. با کمال میل. چی شد؟ ای خدا ای خدا، فکر کنم کار خیلی بدی کردم. داشتیم با مامان صحبت میکردیم، گفتم بابا تو با لیلا خانم دیدم. چی داری میگی؟ من چه میدونم، ول کرد یهو رفت، نفهمیدم از چه عصبانی شد. قضیه چیه؟ چیزی بینشونه؟ اونا یه عمر با هم مشکل دارن. یعنی چی؟ لیلا خانم و مامانم خواهرن. چی؟ یعنی چی؟ بابات عاشق خالته؟ چی؟ وای
وای، به نظرم بهتره تو با من نیای. پیش مامانت اینا بمون. یه وقت به خاطر من دعوا نکنن. پس هر چی شد بهم خبر بده. باشه باشه باشه، خبر میدم. اوزان. بله عزیزم. باشه. سنه تو نبوسیدی عشقم. به جای عقل تو سرش سیمان پر کرد. میبینم. میری کلانتری؟ آره. چه تصادفی سر رامه. میخوای با هم بیای؟ باشه. ولی من نمیخوام. تا وقتی مجبور نباشم جونور سوار نمی کنم. تو چطور میتونی این کارو با من بکنی؟ تو چطور میتونی این کارو با من بکنی؟ چطور میتونی؟ چطور؟ 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 بس. نمیدونم اون دختر چی بهت گفته، ولی موضوع عوض کرد. ببخشید بابا، ولی تقصیر تو ننداز گردن زینب. اون هیچ وقت دروغ نمیگه. تو به سوال من جواب بده. بهش گفتی دوستش داری؟ نه. بهش گفتی نمیتونی بدون اون زندگی کنی؟ ازت متنفرم. یکم آروم باش. لعنت به روزی که عاشق تو شدم. بیدا، قضیه اونجوری نیست که تو فکر میکنی. تو همیشه اونو دوست داشتی، همیشه دوستش داشتی. مامان جون آروم باش، بیا بشین اینجا، بیا بشین. من دوتا بچه بهت دادم، ولی تو اونو فکر نکردی. نه، هنوزم دوستش داری. ببین، از عصبانیت داری چرن میگی. تو یه فرصت دیگه دربارش حرف میزنیم. گمشو از خونم بیرون. گمشو. یه مدت نبینمت. گمشو. مامان بزرگش نکن. فکر میکنی اگه بلت کنم اون تو رو میخواد؟ فکر میکنی قبولت میکنه؟ تو عقلت از دست دادی. منو ببین، بی خودی خیال پردازی نکن. من این همه سال شکست نخوردم، از این به بعدم شکست نمیخورم. اینو تو مغزت فرو کن. بله زهیر. رئیس، من آدرس سنه رو پیدا کردم. میرم ببینم درسته یا نه. اگه درست باشه بهت خبر میدم. باشه. تو چی کار کردی؟ تورایی؟ آره، دارم میرم کلانتری. این پیراهن توه؟ خونه کارن روشه. چی اینو بهت داد؟ بانو. خب داداش کی بهمون خبر میدن؟ نمیدونم. گزارش آماده شده؟ آره. عقب نمیافته که. فکر نکنم. چی شد؟ نتیجه معلوم شد؟ چشمتون روشن. خونی که رو پیراهن بود با خون کارن یکی نبود. آخیش، خدای شکرت. خدای شکرت. خدا دعاهامونو قبول کرده. خدا. چشممون روشن. ممنون پسرم، ممنونم. هیچ مشکلی پیش نیمد خود. همه چی طبق نقشه پیش رفت. خونه روی پیراهن متعلق به کارن نبود. آقا کمان حالش چطوره؟ شوکه شده؟ چشمتون روشن. خیلی ممنون. فهمید نمیتونه با هوش شما رقابت کنه. لازم نیست زبون بازی کنی. عامر کوزوغلو هیچ وقت شکست نمیخوره. شکست رو یاد میده. خیلی ممنون. ممنون. به سرم یه تغییرات کوچیکی اعمال کنم. چشم.
همه چی همون جوری شد که میخواستی. چشمتون روشن. پسرم، ما از دست تو ناراحت نیستیم. تو هم اشتباه کردی. بعدا میبینم از مادر. کمان، بگو بابا. داداشت در آزاد میشه، نمیخوای چیزی بگی؟ انتظار داری چی بگم بابا؟ انتظار داری بگم من اشتباه کردم، بی خودی بهش تهمت زدم؟ پسرم چرا این کارو کردی؟ گولت زدم؟ میفهمم که نمیخواین باور کنین، ولی هیچ کس زورش نمیرسه یه چیز رو عوض کنه. اونم اعتراف داداشمه. باشه باشه، درکت میکنم. تانر اشتباهی بزرگی مرتکب شد، این اواخر کلن به هم ریخته. کار کردنش با اون آدمو که هیچ وقت تایید نکردم. بعدم ازدواج زینب و اتفاقات پشت سر هم باعث شد که تو هم اینجوری عصبانی بشی. این کارو نکن بابا، این کارو نکن. ببین این دفعه دومته، بزن تو گوشم، ولی نگو به داداشم تهمت زدم. تهمت؟ تهمت نزدی، ولی شما هرچی رو میخواین همونو باور کنید. دادن و گرفتن جون دست خودم است. تانر جون یکی رو گرفت، قرار بود تاوانش رو تو این دنیا پس بده. اگه پس میداد بخشیده میشد، ولی اون تو گناهش غرق شد. دروغ اونو به تاریکی کشوند. بله زهیر. دوستا تحقیقات تموم شد، زنه رو پیدا کردم، آدرس برات میفرستم. باشه الان میام. ببینم داداشت چی شد. آزادش کردم. لطفا اینجا رو امضا کنی. یکی هم اینجا. بفرمایین وسایلتون. به سلامت. همین؟ ممنون. دست شما هم درد نکنه، خدا ازتون راضی باشه. خواهش میکنم، وظیفه‌مونه. بفرمایین. خدا بد نده تانه. ممنون. عامر خان منتظرت. پسرم خدا رو شکر، خدا رو شکر. تموم شد رفت. داداش خدا بد نده. پسر عزیزم، پسرم یه روز چقدر لاغر شدی. مامان بی خودی بزرگش نکن. میتونیم بریم؟ البته. خب برای چی وایسادیم؟ بریم. بیا بسرم. مامان، بابا، شما برین، من الان میام. چرا؟ شما برین، من الان میام. نگران نباشین، طوری نمیشه. برین. بیا خانم. این کیه؟ بانو خانم، کارمند شرکت. خدا رو شکر. تو با چه روی میای اینجا؟ چطور میتونی بیای اینجا؟ من نگرانت شدم. نگران نشو. تو قبل از اینکه به حرفام گوش بدی تصمیم نگیر. چرا به حرفات گوش بدم؟ تو از پشت به هم خنجر زدی، به هم خیانت کردی. چرا به حرفات گوش بدم؟ من فقط ساکت شو. تو رو خدا ساکت شو. دیگه هم سر راهم سبز نشو، خب؟ هیچ وقت. بله. خبر ندادی؟ چیو؟ این که زنه رو پیدا کردی. داری میری پیش اشاره؟ آره. باشه منم میام. میدونم. چیو؟
این که از کلانتری داری تعقیبم میکنی. وا مراقب باش تصادف نکنی. تقصیر توه. از کجا فهمیدی تعقیبت میکنم؟ خب دیگه با تجربه شدم. منو باش که 2 ساعته دارم تلاش میکنم تو نفهمی. خب کجا داری میریم؟ اونجا کجاست؟ اولین باره میشنوم. عجیبه، اولین باره یه چیزی رو نمیدونی. اگه فکر میکنی میتونی دست به سرم کنی در اشتباهی. تو این کار تا آخرش با همین گفته باشم؟ تقریبا 20 سال اینجا تنها زندگی میکنه. همسایه‌ها همیشه حواشو دارن، کمک و اینجور چیزا. یه خانم بی‌ضرره که سرش تو کار خودشه. بزرگترین راز قادر کوزجغلو رو نگه داری و یه قرون پولم نداشته باشی؟ پس با پول رازیش نکردن. خب دیگه چی؟ برای اینکه از زیر زبون شرف بکشم باید یه آتوی چیزی داشته باشم. هیچ چیز دیگه این نیست، اگه بود میگفتم، خودت میدونی. یعنی بچه یا دوست آشنا هم نداره؟ آه، راجع به اون مثلا تحقیق کردم. یه شوهر داشته، مرده، یه بچه هم داره. اون کجاست؟ حالا همسایه ها سال هاست به جز زنه کسی دیگه یا ندیدن. نکنه مرده؟ تو شناسنامش تاریخ فوت نداره. میری؟ شما عقب بایستین. رئیس، یه مشکل کوچیک هست. خانمه اصلا حرف نمیزنه، یعنی انگار زبونشو موش خورده. سلام. نورسن خانم، اگه وقت دارین میخواستم با اتون یکم صحبت کنم. شما حرفامو متوجه میشین؟ ببینین، من دادستان یا پلیس نیستم، ولی میخوام راجع به گذشته خیلی دور یه سوالایی بپرسم. سالها پیش یه شهادتی دادین. دیگه نمیتونم منتظر بمونم. زنده داشت وایستن، نرو. با این که میدونستین مژگان کوزجغلویی که همیشه پیشش بودین و دوستتون بود زنده است، شهادت دادین که مرده. ببینین، من به هیچ وجه نمیخوام اذیتتون کنم. خواهش میکنم کمکمون کنی. ما فقط دنبال واقعیتی. عروس قادر کوزجغلوه، اوکیا کوزجغلو. ببینی، منم مثل مژگان خانم زندانی اون خانوادم. شاید چیزایی که شما میدونین به آزادیم کمک کنه. شما تنها امیدمونی. شاید به کمک شما بتونیم یه آتو از اون خانواده بگیریم. چرا مژگان کوزجغلو خودکشی کرد؟ نه دادستانی که این قضیه رو مخفی کرده چیزی میدونه، نه دکتری که اون برگه رو امضا کرده. فقط شما میدونی. قادر کوزجغلو صدای همه رو با پول برید، به جز شما. شما رو با بچه‌تون تهدید کرد؟ خب بچه‌تون کجاست؟ کجاست؟ اون عوضی ها از بچه‌تون علیه شما استفاده کردن. با عزیزترین کستون تهدیدتون کردن. شما هم هیچی نگفتی، مثل من. باید یه در برون باز کنین که بتونم با اون جونورا بجنگم. میدونین روز خودکشی تو اون خونه چه اتفاقی افتاد؟ میدونین؟ خودکشی نبود.
عامر خان، خدا ازتون راضی باشه، شما واقعا مرد عملین. تانر یه روزه اخلاقت عوض شده، آروم باش، من به این رسم و رسوم و حساسیت دارم. از این به بعد اگه بمیرم به خاطر شما میمیرم. بالاخره اعتمادتو جلب کردیم. خجالتم ندین، کمال که اونجوری چرت و پرت گفت فکرم به هم ریخت. بالاخره برادر دیگه، منم غریبم، تازه شوهر دختر مورد علاقه. چیزی از برادرت پنهون نمی کنه. اون دیگه برادر من نیست. اگه دشمنیه از این به بعد من بزرگترین دشمنشم. عامر خان، شما خانوادگی دومه. خب دیگه اینجا وقت تلف نکن، برو خونه استراحت کن. ممنون، این لطفتون رو هرگز فراموش نمی کنم. خوبه، دوست ندارم یادآوری. بزرگترین ضعف یه آدم خواهر برادراشه، میتونه مرگاورترین اسلحه دست یه دشمن باشه، میتونه به زانو درت بیاره. چی؟ مطمئنین؟ ولی این امکان نداره. همه یه حرفایی که گفتم این واقعیته، وگرنه چرا باید به خاطر جون بچم سکوت میکردم؟ این امکان نداره، نمیشه. اگه آمرینو بشنوه دیوونه میشه. چه جورم؟ خیلی بهتون مدیونم. همین که اون خونواده رو نابود کنی واسم کافیه. خیلی ممنون، واقعا ازتون ممنونم. بجام زود باش. باشه، صبر کن. وقت نداریم، نمیتونم صبر کنم. چی شد، حرف زد؟ چه حرفایی هم زد، شاخ در میاری واقعا؟ حرفایی که میتونیم باهاش خانواده کوزجغدو رو از هم بپاشیم. امانتی ها رو ول کنید، فعلا مجازاتشون تمومه. بیچون دیگه، برو برو. زنده داش بابا، بی خودی گاز نده، نمیرسیم الو. بله، چجوری فهمیده؟ ها؟ چجوری؟ میگم چجوری فهمیده؟ چجوری؟ احمق، الان خبر میدی آخه؟ آره؟ چجوری زندونیتون کرد؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا، فوراً برگردیم شرکت، فوراً. بله ببین، امروز با کمال سایدره قرار داری؟ نه، چطور؟ اگه زورت میرسه جلو ما بگیر قادر کس جغلو بگیر. جواب بده سریتر.
زنده داشت نگه دار، بیشتر از این به این منطقه جنگی نزدیک نشی. تا زمانی که یکیشون شکست نخوره هیچ کس نمیتونه جنگشون رو تموم کنه. منتظر بودم ببینم بابام زودتر میاد یا تو. خبر خوبیه. بستگی داره چجوری ببینی. میشه خلاصه کنی؟ تو هم یه نقطه ضعف داری عامر. منظورت بابامه. حرف تو بزن. استرس گرفتی؟ من فقط میخوام یه قصه واقعی برات تعریف کنم. آخرش آدم خوبا پیروز میشن. گزجغلوها پیروز نمیشن. خدای من، الان توجهم رو جلب کردین. گوش میدم. تقریبا 25 سال پیش پدرت سعی کرده یه زن رو بکشه. میخواست وانمود کنه طرف خودکشی کرده، ولی هیچی طبق نقشش پیش نرفت. چون خانم نمرد، فلج شد. و بعد از اونم بقیه عمرشو چرت و پرت نگو. ولی هنوز تموم نشده. خفه شو. مادرت خودکشی نکرده، میخواستن به قتل برسوننه. خفه شو. پدرت میخواسته بکشدش. امتحان خوبی بود، ولی فایده ای نداشت. نه، اتفاقا زدم به هدف. دیگه فتیله روشن شد. منفجر شدن یا نشدنش هم دست تو نیست عامر کوزجوغلو. آها، قادر کوزجوغلو هم اومد. کمال سویدره اومد؟ بله قربان، پیش پای شما اومد. به خاطر هر کلمه از دروغات جداگانه مجازاتت میکنم. هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون اول نوبت پدرته. این قصه که تموم بشه دیگه چشمت منو نمیبینه. حرفاتو باور نمیکنم. باور میکنی، چون از صدای درونت صادقترم. خیلی عجیبه نه؟ تو برادرمو ازم گرفتی، ولی من یکی بهت هدیه دادم. تانه رو پس بگیر، البته اگه تونستی. منظورم تانر نیست، راجب خواهر و برادر تو حرف میزنم. بیست و پنج سال پیش مادرت بی خبر از همه یه بچه به دنیا آورد. برادر یا خواهر تنیه تو. ولی پدرت ترجیح داد باور کنه بهش خیانت شده. برای همین سعی کرد مادرتو بکشه. همش یه دلیل داشت. به خاطر اون بچه بود. حالا یه نقطه ضعف داری عامر کوزجوغلو. با اسلحه خودت بهت ضربه میزنم. الان از من بترس، چون دیگه قلبت تو مشتمه.